با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان میگوشاییم برنامه های تحلیلی خبری ایران فردا را با گذاری بر روزنامه های امروز ایران در ایران فردا تا 20 دقیقه کاوشی بر کرانه های اخبار و خانشی بر بین خطوط روزنامه های منتشره تهران. همچون همه شب با ما باشید و بنشینید. نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم اخبار در طول 24 ساعت گذشته. عمده اخبار با مضمون و موضوعیت فرهنگی هنری در روزنامه های تهران نموده بیشتر داشت. تازه ترین اظهارات حسن روحانی در ضرورت امنیت فضای نشر و انتشار و کتاب در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، همینطور بارقه هایی از بیم و امید تو امان از روند مذاکرات هسته‌ای، موجی از تبلیغات دولتی و رسانه‌ای مبنی بر هجوم شرکت‌های اروپایی به بازار ایران، جنجال جدید در عرصه ورزشی و امور تفریحی ایران با تایید وجود استخرهای مختلط در پایتخت و بالاخره بازگشت پرهیاهو و تنش‌آلود استاد محمد رضا شجریان به سر صحنه موسیقی در میان موجی از نقدهای روزنامه‌های تندروها و در نهایت قبول مسئولیت حمله به نمایشگاه کاریکاتور در تگزاس از سوی گروه داعش اهم عناوین و موضوعاتی بودند که بیشتر روزنامه‌های امروز چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه به طور مشترک و گسترده‌تری به انتشار آن پرداختند. همینک پی می‌گیریم با بخش مروری کوتاه بر چند رویداد کوتاه برگزیده در برنامه امشب خبری تحلیلی صفحه 1. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکره کنندگان این اتحادیه و ایران مذاکرات بر سر برنامه اتمی ایران را یک هفته دیگر روز 12 ماه مه در وین از سر خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا گفت که نمایندگان 6 قدرت جهانی اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان هم 3 روز بعد در روز 15 ماه مه به روند مذاکرات ملحق خواهند شد. کمیسیون اروپایی گفت هلگا اشمت مدیر سیاسی اتحادیه اروپا و سید عباس عراقچی و همینطور مجید تخت روانچی اعضای ارشد تیم مذاکره کننده ایران روز 12 مه در وین دیدار خواهند کرد. در این بیانیه آمده بود مذاکره کنندگان کار خود را برای نگارش پیشنویس متن اصلی طرح جامعه مشترک با تکیه بر تفاهم نامه مهمی که در روز 2 آوریل در لوزان به دست آمد و مذاکراتی که هفته پیش در نیویورک شروع شد ادامه خواهند داد. دو طرف میگویند که قصد دارند تا روز 31 ماه ژوئن به یک توافق جامع دست پیدا کنند، اما میگویند که هنوز اختلاف زیادی بر سر جزئیات باقی است. در این میان روزنامه‌های بیشماری نیز به اظهار موضع پرداختند. از جمله روزنامه خبری تحلیلی شرق مطلب اصلی شماره امروز خود را به این موضوع اختصاص داد و به نقل از عباس عراقچی در نیویورک در پاسخ به اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره بازرسی‌های مستمر رو ابدی این گونه جواب داد که بازرسی چیز عجیبی نیست. بنابر گزارش روزنامه شرق، عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران که در نیویورک به سر می‌برد، کار نگارش پیشنویس متن توافق جامع را آهسته و پیوسته خواند و گفت در حال پیشرفت هستیم و امیدواریم بتوانیم این کار را در موعد مقرر به پایان برسانیم. سید عباس عراقچی همچنین می‌افزود هنوز درباره بعضی موارد مثل ادبیات نگارش و برخی مسائل مختلف دیگر اختلاف نظر وجود دارد و هنوز مواردی که در کروشه یا پرانتز قرار دارند تعدادشان زیاد است. در همین زمینه روزنامه ابتکار با همین مضمون البته تیتر هسته‌ای خود را با اشاره به جملات در واقع مانده در پرانتزها این گونه آراست که سفر پرانتزها از نیویورک به وین که اشاره داشت به ادامه مذاکره در وین اتریش ادامه. و اما تازه ترین اخبار از ماجرای کشته شدن 2 مرد مسلح در نمایشگاه کاریکاتور پیامبر اسلام در دالاس آمریکا.
گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش میگوید که حمله به محل برگزاری نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام در شهر دالاس ایالت تگزاس آمریکا کار این گروه بوده است. این گروه گفته است که دو سرباز خلافت اسلامی حمله به مرکز کنفرانس در نزدیکی شهر دالاس را انجام دادند. رادیوی البیان متعلق به داعشیون در یک بولتن خبری گفت که نمایشگاه در مورد حضرت محمد تصاویر منفی ارائه می کرد. دو مرد مسلح روز یکشنبه سوم ماه مه پس از تیراندازی بیرون محل برگزاری کنفرانسی که در آن کاریکاتورهای پیامبر اسلام عرضه می‌شد در حومه شهر دالاس آمریکا کشته شدند که در بخش‌های مختلف خبری به استحضار شما بینندگان عزیز رسیده بود. این مردان مسلح به سوی دو مأمور امنیتی شلیک کردند، اما یک پلیس راهنمایی و رانندگی در مقابل به آنها تیراندازی کرد و هر دو نفر را کشت. خبرنگاران میگویند که این اولین بار است که داعش ادعا میکند که حمله ای را در خاک ایالات متحده آمریکا انجام داده است. داعش در بیانیه خود تهدید کرد که حملات بزرگتر و شدیدتری را در خاک آمریکا انجام دهد. در وقت باقی مانده بخش اخبار کوتاه رویدادی دیگر در کشوری دیگر در همین زمینه و تا حدودی با همین مضمون از آمریکا به فرانسه می رویم. با تصویب قانونی جنجالی در پارلمان کشور فرانسه جهت مهار و کنترل گروه های افراطی، پارلمان فرانسه یک قانون جنجال آفرین برای تقویت دستگاه های اطلاعاتی این کشور با هدف جلوگیری از حملات اسلامگرایان را تصویب کرده است. این قانون با هدف جمع‌آوری اطلاعات بیشتر که پس از حملات اسلامگرایان در ماه ژانویه در پاریس که 17 کشته به جای گذاشت تنظیم شده بود، با 438 رأی در مقابل 84 رأی منفی تصویب شد. دولت سوسیالیست فرانسه می گفت به منظور سازگار کردن مقررات کشور با فناوری‌های جدید ارتباطات به چنین قانون جدیدی نیاز است. اما در سوی دیگر منتقدان دولت سوسیالیست فرانسه می گفتند که تصویب چنین قانونی خطر افزایش نظارت بر زندگی خصوصی شهروندان را در پی خواهد داشت. آنها معتقدند این مصوبه اختیارات دولت را بیش از حد افزایش می‌دهد. لازم به توضیح است که به استحضار بینندگان برسانم از جمله مفاد قانون جدید مجاز شدن دسترسی به ابرداده‌ها یا داده‌های مرتبط با ارتباطات اینترنتی از طریق ارائه دهندگان خدمات اینترنت است. در ادامه مرور کوتاه بر چند خبر کوتاه مجدداً به اخبار منطقه‌ای برمیگردیم و نشست پرحاشیه شش کشور حاشیه خلیج فارس با حضور رئیس جمهور فرانسه با اتخاذ موضع مشترک در قبال ایران. رهبران کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست دیروزشان در ریاض که با حضور استثنایی رئیس جمهور فرانسه به عنوان مهمان افتخاری برگزار شد، موضعی واحد در قبال برنامه اتمی ایران و اقدامهای این کشور در یمن اتخاذ کردند. به گزارش رادیو فرانسه و همینطور خبرگزاری فرانس پرس، در بیانیه مشترک پایانی این نشست رهبران شش کشور عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس ابراز امیدواری کردند که توافقنامه نهایی میان قدرت‌های جهانی و ایران بر سر برنامه اتمی این کشور تضمین کننده ماهیت صلح‌آمیز برنامه اتمی ایران و همچنین سازگار با کلیه مقررات بین المللی باشد. در این بیانیه رهبران شش کشور عرب حوزه خلیج فارس همچنین از تصمیم رئیس جمهوری تبعیدی یمن عبد ربه منصور هادی پشتیبانی کردند که خواستار آن شده کنگره‌ای مرکب از همه نیروهای یمنی مدافع حقانیت، امنیت و ثبات یمن در 17 ماه مه به سرپرستی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در ریاض عربستان سعودی برگزار شود. رئیس جمهوری فرانسه نیز که به عنوان مهمان افتخاری در نشست دیروز شورای همکاری خلیج فارس حضور داشت، از موضع عربستان سعودی مبنی بر ضرورت ساماندهی چنین کنگره‌ای در ریاض پشتیبانی کرد. هرچند شیعیان حوثی و جمهوری اسلامی ایران با انجام هر نوع مذاکره تحت سرپرستی عربستان سعودی مخالفت کردند، فرانسه و رهبران کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه مشترکشان نشست دیروز ریاض را سرآغاز همکاری ویژه
میان خود اعلام کردند که این رویداد در رسانه‌های بیشماری نیز بازتاب گسترده منطقه‌ای و جهانی داشت. همینک به پیشخوان روزنامه‌های تهران باز می‌گردیم و مروری خواهیم داشت بر اهم مطالب منتشره در روزنامه‌های امروز ایران. روزنامه آفتاب یزد عمده نیم صفحه اصلی را هسته‌ای آراست و به نقل از عباس عراقچی از پیشرفت در مذاکرات خبر داد. این روزنامه همچنین گفتگوی ویژه انجام داد با محمد علی صبحانی سفیر ایران در لبنان در زمان دولت اصلاحات و در نقد سیاست‌های ویرانگر دولت محمود احمدی نژاد میگفت که تاریخ خواهد گفت در مذاکرات آلماتی چه گذشت. این روزنامه به نقل از این مقام دولتی سابق میگفت غنی‌سازی ایران در لوزان به رسمیت شناخته شد و نه دولت احمدی نژاد. صبحانی که در واقع مدیر کل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه بود در فرازی از این گفتگو این گونه اشاره می‌کرد که پیش از اینکه آقای ظریف مسئول مذاکرات هسته‌ای شود گفتمان ما در مذاکرات مخصوصا در دولت احمدی نژاد تهاجمی بود. در واقع در این گفتمان افراد برای مذاکره می‌کردند، یعنی دنبال تفاهم نبودند. و اما در این راستا روزنامه آرمان در شماره امروز بیشتر خبری صفحه بندی شد. از جمله این گونه خبر میداد که در تازه ترین پرده برداری از این فسادهای نجومی از اختلاس 60 میلیارد تومانی در خراسان شمالی پرده برمی داشت. رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در تشریح جزئیات دو پرونده بزرگ فساد اقتصادی با اشاره به اینکه در بهمن ماه سال گذشته پرونده ای در این خصوص تشکیل شد اشاره می کرد که در این پرونده 11 نفر دستگیر شدند که حدود 9 نفر از این تعداد بازداشت موقت هستند و 2 نفر نیز با قرار وثیقه آزاد شدند و افرادی نیز تحت تعقیب هستند. قدرتی رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در همین رابطه ادامه میداد و تصریح می کرد که گفته شده این شرکت 70 میلیارد تومان اختلاس کرده است، اما بر اساس آنچه که دادگستری خراسان شمالی تاکنون به آن رسیده رقم اولیه اختلاس 60 میلیارد تومان تعیین شده است. روزنامه های ابتکار و همینطور روزنامه نزدیک به طیف تحول‌خواهان اعتماد تا حدودی با مضامینی مشابه سفارایی شده بودند. ابتکار موافقت رهبری ایران با آزادی تعدادی از زندانیان را آزادی در اردیبهشت خواند و از آن به عنوان موافقت رهبری ایران با عفو گسترده یاد می کرد. بازدید حسن روحانی از نمایشگاه کتاب و اصولاً ضرورت دفاع از آزادی بیان در ایران عنوان یادداشت و تیتر 2 روزنامه ابتکار بود. از جمله موضوعاتی که در بیشتر روزنامه ها انعکاس گسترده ای داشت ماجراهای پول کثیف بود که از سوی نوبخت سخنگوی دولت مطرح شد. در این میان نوبخت در رابطه با مسئله پول های کثیف و صحبت های اخیر وزیر کشور یادآور می شد که توضیحات آقای رحمانی فضلی از این جهت بسیار قابل تأمل بوده است و ایشان هشدار داده اند در کشور در کنار جریان رسمی و شفاف یک جریان غیر رسمی از واردات و مبادلات کالا صورت میگیرد که قاچاق است و این پول در داخل کشور میچرخد. سخنگوی دولت حسن روحانی در ادامه این اظهار موضع خود میافزود اینکه آقای وزیر کشور در زمینه واردات و مبادلات کالا به صورت غیر رسمی و غیر قانونی نگرانی داشته باشند و هشدار دهند که حتی در انتخابات قانونی داشته باشیم که منابع مالی کاندیداها به صورت شفاف مشخص شود نگرانی بی ثمر و بی پایه‌ای نیست. پس در این زمینه دولت و مجلس و شورای نگهبان بایستی خلاهای قانونی را بررسی کرده و اقدامات لازم را انجام دهند. کماکان بیننده برنامه شامگاهی خبری تحلیلی صفحه 1 در ایران فردا هستید. روزنامه شهروند گزارشی منتشر کرده بود که در واقع مسئله این روزهای بسیاری از خانواده‌های ایرانی است و البته نوعی چالش در مسیر بخش عظیمی از شهروندان تا حدود میشه گفت در همه جای جهان هست. استفاده جنون‌آمیز و بی‌رویه تکنولوژی‌های ارتباطی و گوشی‌های هوشمند و همینطور مخصوصا نرم افزارهای متنوع و متعدد شبکه‌های اجتماعی در همایشی که گویا تحت عنوان شبکه‌های اجتماعی موبایلی ابعاد و پیامدهای آن مطرح شد، متخصصین عرصه علم ارتباطات دانشگاه‌های ایران اعلام کردند که شبکه‌های اجتماعی موبایلی مردم را سطحی‌نگر کرده است.
بر اساس این گزارش استفاده از گوشی‌های هوشمند در شبکه همراه اول نسبت به سال 91 9 برابر شد. از جمله متخصصین علوم ارتباطات دکتر هادی خانیکی بود که با ارائه آماری تحقیقی و پژوهشی از روند روبه رشد استفاده نسل جوان ایرانی از تجهیزات الکترونیکی هوشمند با انتقاد سختگیری‌های نظام جمهوری اسلامی متذکر می‌شد که متأسفانه در ایران به هر پدیده جدید به ویژه ارتباطی تهدید انگارانه و تغییر انگارانه نگاه می‌شود. اما واقعیت این است که استفاده از تلفن‌های هوشمند باعث ایجاد بازارهای جدید در اشتغال، سرگرمی، تجارت و سایر موارد شده است. از طرف دیگر شبکه‌های اجتماعی بر فضای فرهنگی جامعه ما تأثیر می‌گذارند چون معطوف به نتیجه‌اند. لازم به توضیح است که به استحضار بینندگان عزیز برسونیم که پس از اعتراضات انتخاباتی سال 88 و کارآمدی شبکه‌های اجتماعی خاص توییتر و فیسبوک و همینطور هماهنگی‌های گروهی معترضان با این ابزار، همچنان فیسبوک مورد قهر نظام فقها است و در به اصطلاح فیلتر است و اصولا نظام جمهوری اسلامی از شبکه‌های اجتماعی با نگاهی تا حدودی هراس‌آمیز می‌نگرد. روزنامه‌ها را ورق می‌زنیم با سایر رویدادها و موضوعات و مضامین. بازگشت احتمالی محمد رضا شجریان به صحنه ارکستر سمفونی ملی ایران با موجی از تحلیل‌ها و تفسیرها و اخبار در تمامی روزنامه‌ها مواجه شده بود، در حالی که روزنامه‌های عمدتاً منتسب به جناح اصولگرایان و تندروها نسبت به بازخیزی این استاد بی‌بدیل موسیقی ایران ابراز نگرانی می‌کنند، سایر روزنامه‌های حامی دولت و معتقدینی به ضرورت نگاه باز در جامعه با نگاهی امیدوارانه به آن بررسی کردند و برخورد کردند. نخستین بار روزنامه جوان وابسته به ارگان سپاه پاسداران نسبت به حضور مجدد این استاد موسیقی ایران هشدار داد و وی را از جناح فتنه نامید و به خاطر چند مصاحبهش با برخی از شبکه‌های تلویزیون پارسی زبان برون مرز از دولت روحانی و وزارت ارشاد کابینه روحانی به طور مشخصا خواست که ایشان کماکان ممنوع الاجرا باشند. و اما در سوی دیگر روزنامه‌های نزدیک به طیف تحول‌خواهان به طور یک پارچه‌ای در شماره امروز به این رویداد از زاویه دیگر نگاه کردند، از جمله روزنامه آفتاب یزد، روزنامه تحول‌خواه ابتکار، روزنامه منتسب به اصلاح طلبان اعتماد و روزنامه آرمان، همگی با انتشار بخش‌هایی از اظهارات این استاد بی‌نظیر آواز ایران به نقل از وی می‌نوشتند: متأسفم که نمی‌توانم برای مردم کشورم آواز بخوانم. محمد رضا شجریان که در مراسم همایش بین المللی حافظ حضور یافته بود، خبر حضورش در ارکستر سمفونیک ملی ایران را تایید کرد و گفت: حضور من در ارکستر سمفونیک در صورتی که فعالیتم ممنوعیتی نداشته باشد از نظر خودم قطعی است. محمد رضا شجریان در ابتدای سخنانش در همایش بین المللی حافظ در عظمت شعر حافظ اینگونه اظهار نظر می کرد که غنای شعر حافظ هست که مرا به خواندن وامی دارد و چنان مرا شیفته می کند و می برد به جایی که از خود بی خود می شوم و یک بار به خود می آیم و متوجه می شوم در جمعی در حال آواز خواندن هستم. شجریان در پایان اشاره می کرد: آنچه باید را تا به حال خوانده ام و از این به بعد هرچه بخوانم زیاده گویی است، اما من چند سالی است که اجازه ندارم برای مردم خودم و در مملکت خودم بخوانم. ادامه برنامه صفحه یک بررسی مطبوعات ایران با عنوان روی پیشانی من نوشته احمق، عنوان یادداشتی بود که صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران و از کنشگران رسانه ای سی اس و مدنی نزدیک به طیف تحول‌خواهان از مناظره خود با حسین الله کرم از رهبران انصار حزب الله در روزنامه شهر منتشر کرد و در بخشی از این نوشتار به آمار بسیار تکان دهنده ای از بودجه های اختصاص یافته کلان به نهادهای شبه نظامی نزدیک به رهبری پرده بر می داشت و اشاره می کرد. زیبا کلام با اشاره به اینکه من بودجه 35 نهاد فرهنگی کشور را در آوردم که می خواهم مبنی بر آن نامه ای به آقای مطهری بنویسم، می گفت: اولی صدا و سیماست که 1000 میلیارد تومان و دومی بسیج که باز 1000 میلیارد تومان و سایر نهادها تا آخر که بعضن 2 تا 3 میلیارد تومان بودجه دارند. ایشان می افزود: بیش از 200 میلیارد تومان برای خانم هایی است که در قم درس دینی می خوانند، اما بودجه سالانه کل محیط زیست
کل کشور 174 میلیارد تومان است. یعنی با همین رقم بایستی حقوق کارمندان را بدهند و جلوی ریزگردهای عراق و عربستان را بگیرند. در برابرش من نمیدانم ما چند هزار هلیکوپتر نظامی داریم، اما میدانم که محیط زیست گیلان یک فروند هلیکوپتر آپاش ندارد که در برابر آتش سوزی جنگل کاری بکند. همه اینها را می توان تحمل کرد، اما یک بار ندیدیم انصار حزب الله برود جلوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سازمان تبلیغات اسلامی یا حوزه علمیه قم و بگویند چرا وضعیت این است. اگر یک بار جاهای دیگر هم می رفتند می توانستیم بگوییم اینها عرق دینی دارند، اما یک بار در دوره احمدی نژاد تجمع نکردند. زیبا کلامی افزود روی پیشانی من نوشته احمق که از من انتظار دارید قبول کنم دردشان دین است. نه، دردشان سیاسی است، اما آنقدر مرام ندارند که به صراحت بگویند. و با این خبر از روزنامه‌های امروز تهران، وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره، شامگاهی دگربار و دفتر تازه از برنامه خبری تحلیلی صفحه یک با جستاری و روزنامه‌های هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی. بدرود.